مسیح علی‌نژادم و اینم 151مین برنامه تبلت. این هفته ایران تکون خورد. حکومت لرزید. چهار ستونش. چرا؟ چون یه دختر بچه 19 ساله رقصید و غیر کمرش ستونهای یک نظام رو به لرزه در آورد. با انگشت همه نشون میدن منو، ماه پیشونی قلبمو. باورتون نمیشه این لرزیدن مساوی است با لرزیدن عمامه آخونده. یعنی درست در بوهبوه اعتراضات مردم به گران شدن دلار و اعتصابات بازار، اعتراضات مردم تشنه خرمشهر، اعتراضات مردم برازجان به بیابی، اعتراضات سپردگزاران بانکی که نگران پولهای از دست رفتشون هستند، همه اینا قلب هیچ یک از سیاستمداران رو نمیلرزونه، صدا و سیما رو نمیلرزونه، تکونشون هم نمیده. اما غیر کمر یه دختر کل نظام و صدا و سیما و دم و دستگاه رو بسیج میکنه که بنشوننش پشت دوربین تا بگه من اشتباه کردم که رقصیدم و بشه مایه عبرت برای دیگران. خب من هیچ وقت میبینید رقصیدنه جرم بود، ولی من واقعا هیچ وقت چیز بدی توی این اسلام منتشر نکردم. هیچ وقت. روی این صندلی که دختر بچه 17 تا 19 ساله رو نشوندن و اشکشون رو در آوردن، کی باید مینشست دقیقا و گریه میکرد و حساب پس میداد؟ به جای حساب پس گرفتن از مائده ها، سعید طوسی به جرم تجاوز به قاریان قرآن کودکان نوجوان، سعید مرتضوی به جرم کشتن زندانیان بیگناه در کهریزک، قالیباف باید مینشست رو اون صندلی به جرم دستور حمله به کوی دانشگاه. هنوز فکر میکنه قالیباف شهردار تهرانی است. هاشمی رفسنجانی که رفت و تیمش از رئیس شهری گرفته تا یونسی و بقیه‌ای که در قتل‌های زنجیره‌ای نقش داشتن اما در لیست امید بودن، باید مینشستن روی این صندلی. خاتمی باید مینشست پشت همین صندلی و حساب پس میداد به جرم خالی کردن پشت دانشجو و اهالی رسانه و مردم به امید واهی مردم سالاری دینی. احمدی نژاد باید مینشست پشت این صندلی به جرم دروغ و دزدی و خونی که توی 88 به خاطرش ریخته شد. لیست کسایی که باید مینشستن پشت این صندلی و اشکشون در میومد و حساب پس میدادن خیلی درازه. 40 سال خون ما رو کردن تو شیشه، ولی به ترتیب خود ما رو مینشونن پشت همین دوربین های اعتراف گیری که بگیم دیگه نمیرقصیم، دیگه موامون رو نشون نمیدیم، دیگه مهمونی نمیریم، شراب نمیخوریم، اشاعه فحشا نمیکنیم، تشویش اذان عمومی نمیکنیم، اقدام علیه امنیت ملی نمیکنیم. یعنی مردم هر کاری بکنن متهمه، غافل از اینکه مردم منتظر هر فرصتی هن که توطئه های خودتون رو به خودتون برگردونن. مائده و چند نوجوان دیگر رو یه ماه پیش بازداشت کردید، به هر دلیلی فیلمش رو الان پخش کردید تا بشه درس عبرت برای بقیه. مردم کوبوندنش تو صورت خودتون و شما رو رسوای جهان کردن، سیاه نمایی شد. همه دارن به ریشه نظامی که توش اختلاسگرا آزادن، دزدا آزادن، قاتلا آزادن، ولی دختر بچهای 19 ساله بازداشت میشن میخندن. دل همین ویدیویی که مردم در پاسخ به احکام شرم‌آور برای رقصیدن منتشر کردن، یکی از ویدیوها حرف اصلی رو میزنه که بابا پول ما رو خرج کردین تو غزه و لبنان، مردم از بیابی و بیپولی رنج میکشن و شما ما رو متهم میدونید. توی مملکتی که شادی کردن، رقصیدن جرم باشه، ولی تجاوز به جوانان و نوجوانان تو کلاس قرآن و توی مدرسه جرم نباشه، اختلاس کردن جرم نباشه، دادن پول مردم به کشورهای دیگه جرم نباشه، به حال اون مملکت باید گریست. ما با حکومت مخالفت میکنیم، رقصنده رو میگیرن، دختر شاد رو میگیرن، ما میرقصیم. مسیح جون
من از همسرم دارم فیلم میگیرم که میرخصه و این رقصیدن رو نه تنها حرام نمیدانم بلکه شادی رو واجب میدونم برای تک تک ما. مرگ بر دیکتاتور. و رقص دیگری از یک جوان ایرانی 22 سال سنشه، سرطان داره و داروهاش تحت پوشش بیمه نیست. گفته به جای اینکه به مشکل ما برسین، گیر دادید به 4 جوانی که هیچ آزاری برای ما نداشتن. جان کلام، دختر نوجوانی که میرخصید باید بازداشت میشد، یا تک تک مسئولانی که فیش های میلیونی میگیرن، بچه ها و آقازاده هاشون رو میفرستن خارج کشور، حال و حول کنن و در داخل هم گیر میدن به آزادی های اجتماعی. تازه حضرت آقای خامنه ای متهمه ردیف اول تمام کتک ها و شلاغ ها و رشوه ها و بحران های اقتصادی و آبی و فرهنگی و اجتماعی. اومده چی میگه؟ میگه ما که نگفتیم اگه کسی در خون روسریش رو در مقابل نامحرم برداشت تعقیب میکنیم. حالا کسی در خلوت یک کاری کرد، نه گفت یک کار غلطی میکند، آن بین خود او و خداست. لابد خدا هم شمای دیگه، توی خونه مردم نمیرید مردم رو تعقیب بکنی؟ آخه واسه چی دروغ میگی؟ تو خونه مردم از دیوار بالا نمیرید که ماهواره هاشون رو جمع بکنید؟ شما نمیرید بالا ببینید طرف تو خونه تو خلوتش نجسی خورده، غیر داده، با مرد بوده، با زن بوده؟ بیا اینم فیلم دوربین ما هست، ماست که رسما داره ثابت میکنه شما دروغ میگید. سلام مسیم، اینجا سنندج. ما توی عروسی بودیم، همه خوش و خرم، مرد و زن کنار هم دست رو دست هم میزدن میرقصیدن، که یه ها اماکن اومد که همونطور که میبینیم ما رو انداختن پشت این دیوار. پشت این دیوار به خاطر اینکه کلن زن ها آدم حساب نمیشن، حتی تو سنندج که مرد و زن باید دوش به دوش و دست به دست هم برقصن، اما متاسفانه جمهوری اسلامی اینا رو هم اینجا راحت نمیذاره. حالا باید صبر کنیم ببینیم که اماکن میره تا ما بریم کنار همسرامون بشینیم با هم باشیم. ریختن زن و مرد رو جدا کردن، حکومتی که بنیانش به غیر کمر زن و مرد توی مهمونی مختلط و تمام دغدغش اینه که این 4 مو بنیانش رو نلرزونه. دیگه درست کردن اقتصاد و آب و آلودگی هوا و بحران پولی و مالی و منطقی پیشکش. شما دیگه نمیتونید دهان مردمی که از فقر به تنگ اومدن رو با بازداشت چند دختر نوجوان و صدور حکم زندان برای کسایی که حجاب بر سرشون برداشتن ببندید. بیا آب خرمشهر همش گل. شما مسئولین محترم، شما از این آب استفاده میکنین؟ حموم میکنید از این آب؟ میخورید؟ بیا خرمشهر. و اما دوربین ما اسلحه ماست یک کار خلاقیه که مردم فقط فیلم نمیگیرن، بلکه احساس مسئولیت میکنن برای اینکه دفاع بکنن، حرکت بکنن. هفته قبل در یک قسمت نشون دادیم که ماموران سد معبر آقای قالیباف، که هنوز مسی فکر میکنه قالیباف شهر داره، مگه نیست؟ داره من دست میندازه برای سوتی. هفته قبل در یه قسمت نشون دادیم ماموران سد معبر چطور کارگرانی که زباله یا پسامند زباله ها رو جمع میکنن رو تحقیر میکنن. شما این صحنه های کتک خوردن کارگران و دست فروشان رو زیاد دیدید، اما یکی از شهروندان پاشد با دوربین روشن رفت شهرداری و گفت من این فیلم کتک خوردن کارگران رو دیدم و حالا شکایت دارم از شما. بشنوید کارمندان شهرداری چی میگن. چی میگن؟ میگن طرف توهین کرده، کتک خورده، حقش بود. شهرداری منطقه 19 شکایت کردم از اون مامورای سر خودی که به اون پیرمرد الفاظ رکیک میدادن و میزدن. اینم ماشینشونه که آوردنشون توش داخل شهرداری و فکر میکنم اعمال قانونشون کنن. ببینید مامورای شهرداری همشون خودشون اعمال قانون میکنن، من نمیدونم اینا این جرأت رو از کجا آوردن. کسایی که دعوا میکنن، مثال میزنم، شما هم عصبانی بشید حتما یه حرکتی میکنید. درست. بعد دقیقاً. خب بعد این آقا دزدی کرده، چرا پیمانکار ما بهش گفت بیا شما ماهی مثلا 40 میلیون تومان میدی به منطقه، زباله های خشک منطقه مال شماست. ما 40 میلیون تومان میدیم منطقه. میگه باشه. بعد یه نفر این زباله خشک رو ببره میگه تو عضوی. ببینید هر چیزی روشه. یه قانونی داره، یه راه و روشی. شما الان دارید ازشون طرفداری میکنی؟ نه شما صحبت از دوز قانون کردید. الان این آقا جرمشون محرزه. الان کجاست؟ من پدر خودم بناه. بارها با این مامورانی که میان حالا واسه خودشون نمیدونم کی این اجازه رو داده، میان لوازم بنا رو برمیدارن میبرن.
یا بارها شده درگیر شد. بخونید یعنی چی؟ قانون هست یعنی چی؟ یعنی قانون گذار نیستیم، ما مجری قانون هستیم. ببینید مامورای شهرداری دیگه از حد گذروندن. من فقط به خاطر هر چیزی یه علتی داره. خب هر چیزی یه علتی داره. شما برای یه مورد اومدی، من میگم صابین الان بیمارستانه، الان 10 بار من تکرار کردم، هنوز یک بارم نپرسید. شما مهم من نیست، اصلا اینی که دارید نشون میدید من اصلا اولا نمیدونم دقیقاً چی بوده. داری فهم چیزی که من با چشم میبینم به اون بیشتر اعتماد دارم. من دیدم شما چی دیدید؟ شما میگید الان از اول من کلیپی که دیدم کامل بوده. شما چیزی که من الان همکارم به شما توضیح دادم باشه. من ببین من میگم اون طرف دوز، از این بدتر دوزه. خب اون چه ولی چه رفتاریه؟ و اما دوربین ما، اسلحه ما این هفته در شهر قم غوغا کرد. خانومی میگه اگر توی شهر ما در قم چادر سرت نباشه، یعنی حجاب نه، چادر سرت نباشه، از دیدگاه این حاج آقا شما فاحشه‌اید. البته ایشون اون یکی کلمه فاحشه رو استفاده کرد، اونم تازه جلوی بچه کوچیکش. کی؟ غلط میکنی؟ آقا باش، هر غلطی میخوایی بکنی بکن. الو رنگ زن صدو دم. چی 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 آهان صبر کن آقا، صبر کن. توی مملکت میخوایی زنگ بزنی به پلیس، میخوایی زنگ بزنی به هر کی که میخوایی. بعد هر کس هر جوری بیاد بیرون به خودت اجازه میدی بهش توهین کنی. خجالت خیلی چیز خوبیه، یکم غیرت تو وجودت باشه به زن مردم نگاه نمی کنی. به تو چه بی شخصیت. خوبه اون وقت خانواده منم چادر از سر فیلمتو پخش میکنم. بودو رفتشو نشونت میدم آقا. باشه، چون فقط گاز دستت بود. آره. میکنم تو حلقومه تا دو روز نتونی صحبت. اوکی. زر زیاده. نه حله، اوکی. نه اوکی گرفتم. اوکی نه گرفتم. پلاکش هم معلوم نیست، یه فقط یه لات آباشه. آره. ببین فقط یه چیزی حواست باشه، برداشتم. مگه فکر میکنی کارت خوبه عزیزم؟ خانم مگه فکر میکنی کارت خوبه؟ دخالت کردن تو کار دیگران کار درستیه؟ پرسیدی دیگه، گفتی میخوای بفرست واسه شما هم بگی راحت باش. من اصلا هیچ مشکلی ندارم، مکان عمومی لباس پوشیدن من به خودم رفت داره. پس اگه یکی ازتون پرسید بگید که به شما اصلا ربطی نداره. به شما ربطی نداره. یه مکان عمومی، اصلا مسئله خصوصی من به شما هیچ ربطی نداره. اینجا یه مکان عمومیه، مسئله خصوصی من به شما هیچ ربطی نداره. که میپرسه ازتون، شما اینجوری جواب میدین کاملا میره تو افق محو میشه. نه من الان رفتم تو افق محو شدم از این جسارت و جرأت شما که اینقدر به خودتون اجازه میدین بیاین جلو، وقت یه نفر رو بگیرین، جلوشو بگیرین، به خودتون اجازه بدین که راجب لباس تنش بخواین نظر بدین. ولی من واقعا تعجب میکنم از شخصیت شما که شما با این فرهنگ بخواید یه همچین برخوردی رو بکنید. واقعا من اصلا نه با شما بد صحبت کردم نه شما توهینی کردم، ولی این حقو به شما نمیدم که بخواید بیاید جلو در مورد لباس من نظر بدین. نه عزیز من، اصلا من هم که حق به شما نمیدم، که اجازه هم به شما نمیدم. آیا رو فیلم رو قطع میکنید؟ نه فیلم رو قطع نمی کنم، به هرچی میخوای بگی بگی. این کاری که داری می کنی واقعا مشکل داره، من نمی کنم. چرا خودت رو ازت داده ازت فیلم بگیرم؟ چرا مشکل داره؟ خودت گفتی ازت فیلم بگیرم. کار خوبی میکنی دیگه؟ کار خوبی میکنی؟ منم دارم ازت فیلم میگیرم. من چیزی که باید این گفتم به تو گفتم، ولی اصلا در شخصیت شما نیست. یه مکان عمومی بخوایی رفته در شخصیت شما هم نیستش که بخوایی تو مسئله خصوصی مردم دخالت کنی. شما نه سلام به مسیح النجاد هم میرسونه. کی رسالت رو به شما داده؟ کی رسالت رو به شما داده که تو کار مردم دخالت کنی؟ نه خانوادگی هم هستن، خانوادن واقعا مردم متاسفم. به پایان قسمت تبلت رسیدیم. با یک دوربین ساده شما میشید صدا و سیمای خودتون و نمیذارید صدا و سیما فقط اعتراف بگیره و خبر بیابی و بحران و فقر رو زندگی مردم رو سانسور بکنه. بچرخ تا بچرخ.